خون روی ها و کار رو گاهی خراب میکنه، گاهی هم موج پیروز میشه. ما خودمون دهه اول انقلاب دچار تندروی شدیم، تندروی هایی کردن که دهی از مردم رو رنجوندن، البته اکثریت نه، یه دهی رنجیدن. نباید این کار رو میکردن، میگه اینا چند نفر بیشتر نیستن، نه، باید تندروی نمیکردن، دادگاه ها تندروی کردن. اونایی که هر کسی از بخش های مختلف تندروی کردن، نباید اینجوری میشد. بعدش هم تندروی ها عوض شد، نوع دیگری پیدا کرد. من خب خیلی آسان جریانی که خودش رو اصلاح طلب اعلام کرد بعد از دولت من به آسانی آمد در انتخابات بسیار سالم و عادی، مثل این انتخابات آخری کسی نمیتونست به اون انتخابات اعتراض بکنه. من چون تعهد کردن جلو اون مردم در نماز جمعه که جلو تقلب رو می جمانه ای می دیدم، فوری می رفتم از اون دادم سرکوبش می کردم، به وزارت کشور گفتم هر کس در انتخابات از قانون تجاوز بکنه من عزلش بکنم بدون معطلی. دیگه بعدا از من گرفتم اونجا به جمعشون گفتم، تو نماز جمعه هم گفتم همین کارم. انتخابات خوبی شد آمدن، ولی وقتی که آخراش شد دیگه، اولا یه گروه معدود افراطی وسط این جمعیت عظیم پیدا شد، به هم زدن، چون فکر کردن هر کس که احتمالا رقیب آینده ما هست باید از میدون در بره، و این شد یه سیاست اشتباه بزرگی بود. حتی آخراش دیگه وقتی دیدن آقای خاتمی هم همراهیشون نمی کنه، گفتن باید از خاتمی هم عبور کنیم. نمیدونستن اینجوری نیست که میدان اینطور شده. انتخابات 84 اتفاق افتاد. قبلش دائما استاندارها خوبم اصلاح طلب بودن، یه دیگران می آمدن، منم نمیخواستن بیام، خواهش میکردن از من که بیام. بعد از ما یه جور دیگه میشه، اونا لشکرکشی کردن، چه کار کردن، منم نمیخواستم بیام. آخرش دیدم که من میشناسم چهره ها رو، دیدم داره به دست چند نفر تندرو میفته. دو سه نفر بودن توی داوطلب های به اصطلاح اصولگرا که خطرناک بودن، آدم های بدی نیستن، نبودن، ولی برای حکومت، برای اداره کشور کافی نبودند. با رهبری هم گفتن از این چند نفر هرکشون بیان ما یک سقوطی میکنیم. بعضی هاشون خوبن، اگر اونا بیان من نمیام، ولی اگه بنا باشه اینا بیان من میام. و آخرش هم اومدم. کاری که اتفاق افتاد همون اشتباه اصلاح طلبا بود. دوباره نفهمیدن که بعد از این که افرادی رد صلاحیت شدن چطور اینا رو برگردوندن، برای چی برگردوندن. موقعی بود که فهمیدن من میام، هر وقتی فهمیدن من میام میدونستن رای خیلی بالاست، گفتن تفرقه بندازیم. اونا از خدا خواستن، گفتن که خب ما که مایوس بودیم این راهی پیدا شد، اونجوری شد. حتی مرحله دوم استاندارا به کلی ول کردن، اصلا کاری نداشتن به انتخابات، هر چی خواستن تو صندوق ریختن و هر چی هم خواستن خوندن، کاری دیگه نداشتن. و اینا عیبه، یعنی عیب تعصب گروهی است که آدم راه نجاتی که پیدا میشه بگه نه اینجا چون گروه ما نیست ما نباید باشه. چرا؟ اگر مشکلی پیش آمد برای جامعه به انحرافی رفت، باید همه با هم باشیم انحراف رو برگردانیم، این مهمه. اگر همه بخواهیم از همه انحراف رو استفاده کنیم، خب یه جوری تلک امتون قد خلط لا ما کسبت و لکم ما کسبت و علیه ها ما کسبت. حالا من حرفم همینی که اعتدال رو یک معنای عقلانی براش باید داشته باشیم. حالا وقتی که آدم به ریاست رسید دیگه فراموش کنه بقیه رو این نمیشه، یعنی باید روی همون تفکراتی که مردم اومدن به ما رأی دادن با همون تفکرات مردم تا معلوم شد بدن این مردم اینو میخوان، این مردم رو نباید ول کنیم.
و باید با این مردم سرکار داشته باشیم و دیگران اگر با دیگران هم بنا نیست دعوا بکنیم، اونایی که رای نیاوردن خب نیارن، ولی علتن دوستدار انقلاب هم در راه خدمت هم باید با اونا هم همکاری بکنیم. اما راه رو که شروع کردیم وسط راه پایه های کار خودمون رو سست نکنیم، با هم بریم. به هر حال من فکر میکنم تحت عنوان اعتدال و اعتقاد به یک قبله و یک هدف مقدس که هممون داریم، این همون راه رو باید متحدن بریم. افرادی هم که از قافله عقب میمونن سعی کنیم اینا رو هم به قافله برگردونیم، نگذاریم حالا که رفتن بگذار گم بشن. نه، این اگر سیاست ما باشه این سیاست موفقه، انقلاب دوام پیدا میکنه، ایران به عظمت میرسه، کارها خیلی روبراه میشه.